خیلی شرش که بعدا معلوم میشه. فعلا مهم شماره حسابه بگم. زحمت نکش، از دفعه قبل دارم. فقط دایی جان من دوباره تو در اشتباهی نرسی تو حساب یکی دیگه. تو مراقب خودت باش که دوباره سر پس دادنش گوشی تو قیونس هند نیفتی. نه خیر، خیالتون راحت، قول ما قوله، فقط تو سر برج. منظورت برج ایفل که نیست؟ خیلی طول بکشه میشه پیزا، به ایفل نمیرسی. پیزا هم که باشه کج دایی جان. دایی جان اصلا من قول میدم این برجایی که شما میسازین تو تهران، قول ما همون جوری صاف باشه. قبوله؟ این دفعه هم قبوله. تو خیابونی؟ آره. چطور میگی؟ لابد مثل یه شهروند نمونه زدی بغل داری با دایی صحبت میکنی. آره خب معلومه دیگه، واسه همینه که 15 ساله دارم رانندگی میکنم، یه بارم تصادف نکردم. البته من این ترک شیشه اینم اگه یادتون باشه میدونم که... این بابای خدا بیامرزد. بله. الو 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 خدا رحمتت کنه آقا جون. خداحافظ. سلام مامان. سلام عزیزم. پرویز نیومده؟ تلفن خراب شده، رفت سوکت بخره. با کی داشتی حرف میزدی؟ خالت سراغ تو رو گرفت، گفتم دخترم داره فوق لیسانس میخونه. مامان جا من فقط دارم میرم کلاس، کو تا فوق لیسانس؟ گفت باریکلا دختر من فوقش لیسانسه. همین؟ سراغ شادومادمونم گرفت. ببینم عروس گلم زنگ نزد. مادر من، میخوای از حال عروس گلت بدونی؟ نیاز به این هم مقدمه چینی نداره که قربونت برم. آدم خبرنگار روزنامه زرد بشه، فامیل دوماد و دوست صمیمی عروس نشه، کی اطلاعات از این ور ببره اون ور، از اون ور ببره این ور. خب اگه شهرستان نبود که خودم میرفتم به دیدنش. فعلا که شهرستانه. چشمم بزنی اومده طبقه پایین پیش خودم. یعنی همون جایی که ما زندگی میکنی؟ یعنی ما بری؟ سلام آقا رضای گل. آقا این شماره انداز چراغ راهنمایی هم به افتخار پیرن شما شده 11. اگه چند تا صفرم جلوش بود. اتفاقا همین الان صفراشم اومد. من بهت زنگ میزنم. ایمان مهمه. خونه برسم بهت زنگ. یادت نره. خدا. واقعا راه بهتری برای لاغر شدن پیدا نکردی؟ یوگا هم شد راه؟ عیب داره بچه‌م میخواد ریشه ای و عمیق لاغر شه. نه عیب که نداره، فقط یه محبتی بکنن، یه التفاتی بفرمان به عمق جیب بنده. مامان ببین، مامان من دارم فکر میکنم تو این خانواده گرم و صمیمی یه عروس هم اضافه بشه چی میشه؟ کلاس های فضا نوردی، کلاس های سخر نوردی، سفر به اعماق زمین، جول برن. کم کم عادت میکنی، یه وقتایی دیر میاد، یه وقتایی اصلا نمیاد.
عوضش دوتایی میان، ستایی میان، شایدم چهارتایی بیان، پنجتایی بیان. اینو بزن به پریز. شادی بده من. آقا دوماده سوخت. سوخت چی بودین؟ چی سوخت؟ حالا مونده. سلام پیمان جان. سلام. دیدیش؟ مگه تهرانه؟ نه باش تماس گرفتم. خب بالاخره اونم باید ماشین رو ببینه دیگه. فقط مواظب باش گول نخوری. موافقم. جای باباتون خالی. اگه بود خیلی خوشحال میشد. روحش شاد. وای رضا. آی و وای ران انداز. به اندازه کافی اینجا دارم میشنوم. مگه کجایی؟ چی شده؟ پشت در اتاق عمله. داداش تصادف کرده تو کماست. علی آقا؟ پول لازمم. داری یا نه؟ 7-8 تا. هیچ وقت ندونستم چجوری باید به یکی بگم شرمنده. دشمن چرمنده آقا پیمان. ناراحت نباش. خدا بزرگ. الو. الو. بله. الو. سلام. پیمان صدای منو داری؟ آره میشنوم صدات. داریم گوشی رو امتحان میکنیم. خب چی بگم؟ ببین مامان میگه رسیدی؟ بابا راه نداره پایین تر نمیاد. احساس میشم میدونم برای کار میخوایی تهرون قدیم نیست که بخوای باش عروسکشون را بندازی. ولی جون خودت این ماشین از صفر هم تمیزتره ها. نه طرف آشناست. آره.
بدترین بحران جهانی زخم سرمایه‌ای. ببین آخه واسه ما که چیزی دندونگیری نیست که، بحث رفاقت، دلخوشی دوستان. آره الان هم پای معامله است. احتمال گسترش نزاعی بزرگ در سراسر پاکستان. بعدم به زنگ میزنم. خدافظ. تنها ظرف یک هفته گذشته در این جمع آقا فول آپشن. مود روز. هیچ کی نمیتونه این در بیاد تو طرف این. در منطقه شیعه نشینی. الو سلام مادر. چقدر خشخش داره، کجایی؟ تو بونگا. مادر حواس جمع باشه ها، شادی میگه سحر. سحر تو حالت خوبه؟ ما باید بریم خواستگاری یکی. مادر من که هنوز ندیدمش. مگه تو بونگا نیستی؟ ماشینو نمیگم، اون سرخانومو میگم. ببین پیمان، من بی خود و بی جهت رضایت به فروش تنها یادگاری بابات ندادم ها. از شما درد نکن، حالا اون پیکان فکستنی شده یادگاری بابا، من شادی چی نیستیم؟ چنینی میگن جیگرگوشه، شما جیگرگوشه یه منی. باشه باشه، حالا من الان چه کار دارم، زنگ میزنم. خداحافظ. خداحافظ. گلستون و اتوله، یه شاخاشم تقدیم به شما. میگم اگه میشه یه دستشو بپیچین ما ببری. چرا نمیشه، فقط شما باید یه دستشو به ما بدی، تراولا رو میدم. آقا نه، حالا من میگم علال حساب این خدمت شما باشه. آقا ابهتی داشتن این سویچ های کلاسیکا. ماشین رو ببینی؟ قیمت نداره، عروسه. اونم عروسه، عین صفر میمونه، فول آپشنه. شما با من راه بیا، منم با شما کنار میام. اطمینانم نداری؟ برو هر جوشی دلت میخواد نها کن، بالا و پایین و چپ و راست و عزیز خال روش نیفتاده، فقط اون شیشه چی از مفقا شنیدم. آمار خلافیت سبکه، یه تقه به ماشینت نخورده، پاستوریزه ای تو نارندگی. ولی من اطمینان کامل بدم آقای بکرد راست. چی شده مادر؟ چیزی نشده پسرم. میخواستم بگم وقتی برمیگردی، وقتی برمیگردی، وقتی برمیگردم چی؟ بعد اونجا یه پرنده نو که زبونم بودا، میبینی تو رو خدا، یادم رفت چی میخواستم بگم. درباره عروس خانم بود یا ماشین؟ هیچ کدوم. میخواستم بگم چیزی بگیری بیاری. نون؟ نه. ماست؟ نه. نوشابه؟ نه بابا. پس چی؟ مطمئنی مربوط به عروس خانم و ماشین نبود؟ آره مطمئنم. آها یادم اومد، شربت معده، درد معدم دوباره شروع شده. یادت نمیره؟ مگه ماشین و عروس خانومه که یادم بره؟ بعد میگه این کاملا آقا جریم زنگ نگفتی برای مشتری پیدا میکنم همه چی حله؟ چی شد پس؟ به هر کی میگه پیکان یاد موزه میفته. مشتری که نداره، جایی تو بودم اینو نگرش میداشتم، ولی چه کنیم دیگه، مرامه. کلی رو مخ طرف کار کردم، اگرم نشد خودم ورش میدارم، نمیذارم دست خالی بده. بالاخره ردیفش میکنم واسه فردا. خوبه
این دفعه قبض تلفن چقدر زیاد شده. یه عروس هم وارد این خونه بشه باید زر در پنج بشه دیگه. وا پیمان حواسش به همه چی هست، محتاط، صرفه‌جو، منظم، مؤدب. عیب نداره مادر، قضا بلا بوده، طوری نشد. نه نه میگم خانم با این تعدد قضا و بلاها ظرفی دیگه تو کابینت باقی نمیمونه. آقا آدم یاد فیلم کمدی‌های قدیمی میفته نه؟ آدم که 24 ساعت فضولی این اونو بکنی یاد خیلی چیزا میفته نه؟ از کی تا حالا چادر رو ماشین میکشی؟ برای دلت مونده آره؟ فضولی؟ از ما گفتن بود اونا قرار سفرشون هم گذاشتن. سفر؟ سفر سحر دست درد نکنه داداش.
آره فرات جان. نه نه خیالت راحت بشین، خوشقوله. خب نفهمی بهتره. سلام. سلام مادر. الهی فدات شم اقدس شان. آره آره خیالت راحت راحت باشه. اینم شربت. دست درد نکنه بسنم. کجا؟ شام. اصلا اشتها ندارم. آها حالا اشتهاتو یه جای دیگه خرج کردی دیگه ها؟ یه شام دور هم میخوریم بعد با ماشین میریم یه چرخ میزنیم. گیر دادی ها. آقا جون فردا ماشینو داریم میبریم، ممکنه دلمون واسهش تنگ بشه، میریم یه چرخ میزنیم. نه شما نگران نباش دلمون تنگ نمیشه. پیمان خسیس شدی ها؟ آره آقا جون من خسیس شدم. میدونی چیه؟ اون ماشینو معامله کردم دیگه، مال من نیست. تا وقتی هم صاحبش بیاد ببرتش باید همونطوری همونجا بمونه. پس به خاطر همینه که رو ماشین چادر کشیدی نه؟ وا این چشه؟ حالا نصرت کجایی که ببینی پسرت داره داماد میشه؟ سلامت کو. سلام. سلام. پلیس اومده بود. پلیس برای چی؟ دنبال صاحب پیکان میگشتن. پیکان؟ میگن دزدیه. همینجوری ولش کردن و رفتن. تو هم که مثل بابای خدا بیامرزت کیشی به پیشی وا میری. اون از دیشبت، اینم از صبحت. اینجوری برات زن بگیرم؟ پیمان؟ ما رو باش که پشت سر هم برای کی داریم آرزو میکنیم. تو باید به فکر خرج و مخارج باشی، یه مراسم اساسی. ببین بهتر از این گیرمون نمیاد. یعنی گیرت نمیاد. بساز نجیب خونواده دار. 4 سال خواهر تو شهرشون درس خوند، بهتر از من بهش رسیدن، یادت نیست؟ صابونه آماده است. اشتباه ندارم. تازه اولشه.
سلام علیکم، احوال شما؟ آقا صدات بد میاد. بعد من سرما خوردم، بعد ماسک زدم که کسی نگیره. قد و بد می؟ الو، کیو کسی نگیره؟ آقا کجایی پر؟ الو با مدارک بیار عدم خلافیشو بگیرم دیگه. آقا بپرس، از من بپرس آقا. بله. بچه چرا ماتت برده؟ مگه آدرس نمیخوای؟ جوون من شغل آخرم بقالیه، من آدرس گم شده ها رو میدم، پول برای راننده تاکسی ها خورد میکنم، تازه نتیجه بازی آبی و قرمزم باید بگم. بخور شیر، بخور، برای اعصابت خوبه، برای سرماخوردگی هم خوبه. بگی بخور. تصادف؟ از تصادف نگفتم، بد جوری سرما خوردی ها، البته آلودگی هم بالاست. تصادف چی؟ روزی چند بار شبام که قربانش برم سر همین گذر، الانم خودم یه پا کارشناس تصادف شدم، باید با این بیمارستان پایین قرارداد ببندم. همین دیشب یه نامرد نالوتی به یه موتوری زد، اون در رفت، موتوری رو بعدشیم بردیم همین بیمارستان، ماشالله شده بود. نفهمیدم ماشین چی بود، نفهمیدم ماشین چی بود. هیچ کس نفهمید؟ به خیر گذشت، موتوری بود، شانس آورد، از بین دو تا ماشین لایی کشید. الو، اینم یه جوریشه. کجایی پسر؟ دنبال کارا. خوب پیش میره؟ ای بدک نیست. ببینم تو اصلا شبیه مردایی نیستی که میخوام برن خواستگاری و عروسی کن. چرا صدات گرفته؟ گوشیم مشکل داره. مهم اینه که وجدانت مشکل نداشته باشه. ای کاش پدرت زنده بود و میدید پسرش مرد شده. میدونی مادر، مردونگی دیگه از بین رفته. به بابای خدا بیامرزت یه نامرد زد و در رفت که اگر رسونده بودش بیمارستان. الو؟ 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 چرا قطع شد؟ پسر کون ندارد نشان از پدر، دارد، دارد. چطوری مرادی؟ رد کردی؟ بله، اصولا من مامور رو رد کردنم. الان کجایی؟ جلو بیمارستان. اوه، برو برو، حسابتو میبندم. باشه بابا باشه، تو هم روی هرچی حسابدار سفید کردی. یه روز رفت رو حسابت ها، حسابدارتی. همینه دیگه،
با این حیات با یه ماشین مدل بالا چی میشه؟ چی میشه؟ بذار زندگیشونو بکنن. مگه تو زندگی تو نمی کنی؟ زندگی کردن کار آسونی نیست، دخل و خرج داره، یه جیب عمیق میخواد و یه دل گنده که تو هر جفتشو داری. جیب عمیق خالی که فایده ای نداره شادی جان. پرویز یه مقدار پول بده، من لازم دارم. پول ندارم، پولو برای تابونی مسکن میخوام. سه ماه هر دفعه بهت گفتم پول، همینو گفتی. اه؟ مامان شادی، بازم آقا خدا رو شکر به خیر گذشت. چی به خیر گذشت آقا جون من؟ من چی جوری کار کنم با این وضعیت؟ ببینم آقا، مگه شما شغلتون چیه؟ اصلا چه ربطی داره به شغل من؟ گیرم تلفن چی؟ الان مگه تلفن‌ها دیجیتال نیست؟ حرفتو بزنی؟ من؟ اسم مریض، تازه فامیلمون شده، اسمش چیه؟ مبارکه. مرد یا زن؟ کی خوردنش؟ دردش چیه؟ مرد که هست، یه موتور شیکم داره، دیشب هم تصادف کرد. خب زودتر بگو. منصور بنایی 22 ساله ICU. به سلامت. از شما دیگه ببخشید مزاحمتون شدم آقای مرادی. نه خداحافظ. میگه نیست. کجا رفته؟ لابد رفته دنبال مدارک ماشین، بچه هم وقت سرخاروندن نداره. ما پس این ماشینه رو کی میگیره؟ من هنوز به سهل رو ندادم. ما چی رو؟ که با چی میریم خواستگاریش دیگه. تو میخواستی خبرنگار روزنامه چرنگی بشی؟ زرد. لطفا هم حرف عوض نکنید. ماشین رو کی میگیره؟ خدافظ. دکتر پیرهادی بخش آی سی یو. دکتر پیرهادی بخش آی سی یو. آقا شما بودی؟ نه. چی رو نه؟ نه شما نبودی. پس کی بود آمبولانس میخواست؟ آقا من آسانسور کار نمیخوام برم تو آسانسور. آقا ببخش عذر میخوام من پشت به شما بستنم. از دوستان اینجا کسی کاری داره بفرمایید. آقا یا آقا از این در رد میشه؟
دست شما درد نکنه. همراه تصادفی با موتور شمایی؟ بله. گروه خونتون؟ مثبت. اوی مثبت. طبقه پایین آزمایشگاه. اومدی؟ سلام به مامان عزیزم. تویی؟ آها، هنوزم منتظر پیمانی؟ بیا بالا. سلام مامان جا. سلام. چی شده؟ از موعد زنگ زدنشون گذشته شد اومد؟ کلاس خوب بود؟ مامان جان اگه زنگ زد بهش بگو مرخصیشو نگه داره ها، بعدا لازمش میشه. تا تو لباس رو عوض کنی منم نهار رو آماده میکنم. ماما راستی نهار چی داری؟ من میرم پایین. این خالت هم چقدر حرف میزنه. بله. ای کارت سلامت بریم که وایسه نده به سلامت دارم. بفر با من بیا. خانوم زاهدی ایستگاه پرستاری. خانوم زاهدی ایستگاه پرستاری. اینجا. اونجا کجاست؟ دنبال کارام اومدم. آی چی شده؟ چیزه، من چند روز پیش جریمه شدم، بعد الان داشتم جریمه رو پرداخت میکردم، یه مقدار مبلغش زیاد بود. این جریمه ها خوبه، آدم اینجا پرداخت کنه بهتره. کجا؟ الو الو کدوم موتوری؟ تصادفیه دیگه. خوب آهان، اون فامیلش تصادفیه، آقای تصادفی. اه خانوم من یه لیتر خون دادم. شما فامیل تصادفی نیستی؟ من فامیل اون موتوریم. منصور بنایی؟ بله. ببخشید آقا شما؟ من فامیل منصور بنایی هستم. شما چه فامیلی هستی که من نمیشناسم؟ ببخشید شما؟ من خواهرشونم. سلام علیکم. الهی خواهرت بمیری که نبینه تو کمایی. خانم پرستار تو رو خدا بذاری من ببینمش. آخه من فقط همین یه برادر رو دارم. ولی ما همین یه مریض رو نداریم. فقط یه دقیقه. خیلی محبت کردیم. فقط یه نفر. بله. مگه نمیخوای زنده بمونم؟ مگه فامیلش نیستی؟ کی؟ تصادفی؟ نه موتوری. آه بله. دست شما درد.
بده. آقا چیکار میکنی؟ فقط عجله کن. یکی دو تا از داروخونه‌ای که نوشته بودی داروها رو ندارن. وقت تلف میشه. ببخشید شما؟ فکر نمی کنین سر گوش جای دیگه می جنبه؟ به داداش من این چیزا نمی چسبه. بچه‌م دست تنهاست، کلی کار داره عوض کردن ماشین. الان ساعت کاری اداره تموم شده دیگه. اینجور کارو ساعت نداره. حالا مامان جا سیب تو بخور. این یکی حتما داره. به پولتو آماده کن. آخه این وضعیتو که میبینی قصه چی رو میخوری؟ بنده زنبیلم همیشه جلوی صفه. ببینم مریض فامیلتونه؟ هنوز نه. شما کردین؟ من واقعا بله آقا میدونم، خودم همه چیزو فهمیدم. بالاخره فهمیدی؟ خدا هیچ بنده ای رو تنها نمیذاره. بفهم. ممنونم. مادرمه الان رسیده. بله خوشبخت. الهی بمیرم که واسه خواهرت دست به هر کاری که تونستی زدی. ببخشید منصور خان با موتورشون چیکار میکردن؟ پیتزا، یعنی پیک پیتزا. البته این کار شباش بود، روزا مسافر کشون. ازمانی که آقابت به خیر بشی جف. آخه خدا رو خوش میاد بچه رو که از راه دور اومده تو این شهر غریب بهش بزنی و له و لورداش کنی و فرار کنی بی وجدا. من؟ وای به اون روزی که ببینمش. الهی که شیر مادر تلاله بشه. ببخشید شما آقای من راستش چیزه، یعنی آخه اینجور آدمو که اسمشون رو نمیگم مادر جون. که میشه لطف کنیم بگین قیمت دارو چقدر شد؟ اصلا حرفشون نزده پنجام وزیفه بگم. درد و بلد بخور تو سر و بی همه چی. میبینی؟ یکی اینجوری وقتی که بخواه خانوم، حالا عمدی که نبوده، یه اتفاق بوده افتاده، اونم الان یه گوشه دنیا. اصلا الان مهمترین چیز حال احوال منصور جانه.
بفرمایید. منتقل شده بخش. نه نه. ساعت ملاقات رفت اونجا. خودم میدونم. بسته است. بله. نه نه روزای زوج. خواهش میکنم. چند سالشون؟ نه نمیشه. زیر 8 سال ممنوع. خواهش میکنم. خدافظ. آقای بنایی؟ من بنایی هستم. همسر یه خواهر؟ نه مادرشم. به من بگین تو رو خدا. فرق نمی کنه. دیدینش؟ نه خیر. خدا به دادش برسه. اگه ببینمش دمار از روزگارش در میارم آقای دوست. زاره بود میگن البته. شما میدونم کجاست؟ خب معلومه دیگه تو آیسیو. یعنی اونم تو کماف؟ کی داداشم؟ من زاره بود میگن. که البته تو این وضعیت اصلا زارب مهم نیست، مهم حال منصور جانه. ضربه که خورده باعث شده همه چی اون تو به هم بریزه. ضربه مغزی، خونریزی داخلی، یعنی کما. باید عمل بشه فوراً. دقیقا مسئولیت این مریض با کیه؟ با منه. بس هر چیز زودتر تشریف ببره صندوق، وقت زیادی نداریم. چشم. بفرمایید. بفرمایید. الو. سلام آقا جلیل، شما حالتون خوبه؟ ممنونم، ما هم خوبیم. والا سخت گرفتاره. بله. نه، رفته دنبال کارهای ماشین، گفت جام بده. بله حتما حتما. فقط آقا جلیل، هیچی هیچی، خداحافظ. الو. الو. الو مادر جان. بابا این دارم از این پله ها میرم بالا، میام پایین دیگه. کی؟ آقا جلیل؟ باشه زنگ بزنم. چی؟ پول؟ نه مادر، من پول میخوام چیکار کنم. دستت درد. خدا حافظ. سلام. سلام. چیزی شده؟ نه، ولی از وجدان دارم. مگه شما زدی؟ بله. منظورم اینه که چرا عذاب وجدان؟ آخه به خاطر من اومده بود تهران. هزینه دانشگاه، مخارج زندگی، اونم با موتور. تازه فامیل شدین؟ با منی؟ فامیلتون پیدا کردین؟ من حتما اشتباه گرفتم. خودتون بودین دیگه، گفتین دنبال فامیلتون میگردی. خانم یه ذره فکر کنین، اون ماسک داشت، من ماسک دارم. سلام. اسم مریض؟ منصور بنایی. مرخصه؟ نه عمل داره. 780,000. دست شما درد نکنه قربان، الان خدمت میرسید. ببخشید اشتباه شد، 7,800,000 تومان. چقدر؟ اسم درست وارد کردیم؟ وقتی رقم قبلی رو شنیدین اسم براتون مهم نبود؟ ببخشید جانم اشتباه کرده بودین. نه؟ این مبلغ قطعی نیست، ممکنه بیشترم بشه. پس امیدوارم که بتونیم خدمت برسیم. فعلا با اجازتون. بفرم. تو این وضعیت آدم مریض نشه. ترس این که تو این وضعیت به کسی بزنی یا گرفتار شی خیلی بدتره. به کی بزنی؟ نه یعنی منظورم اینه که تو این وضعیت خدا کنه که آدم تصادف نکنه. میخواین شما بریم بالا، من میرم تا یه جایی برمیگردم. شما بفرم. زود برمیگردین دیگه. بله باش، خدافظ. آقا
وقتی به حساب تعاونی؟ نه خانم وقت نکردم. حالا چرا اینقدر عجله داری؟ بابا جان باید خونه پیمانو خالی کنیم دیگه. حالا بذار معاملشون بشه، چشم اونم خالی میکنیم. دیشب از بنگاه اومد گفت همه چی تمومه. من خانم ماشین رو نمیگم، عروس ندیده و نپسندیدهشو میگم. هم میبینه هم میپسنده، اینو بدون. حالا بذار ببینم بپسنده بعد میدونی. با من بحث نکنه. حالا اومدم پول ببرم. اصلا قصتش رو نخور، بهتر از اینه که یه عمر ناله و نفرین پشت سرت باشه. فعلا که تو روم میگن. نمیدونم، هرچی فکر میکنم احساسم بهم میگن یه تصادف نبوده. میگم نکنه بابات راضی به فروش پیکان نبوده. شما که گفتین تو خواب بهتون اجازه داده. میترسم اشتباهی چیزی شده باشه. اشتباه اینه که آدم ندیده و نشناخته با کسی ازدواج کنه. میخوای امروز بیا؟ نه، میترسم شک کنن. آخه اونا فکر میکنن من عجب تمومه دیگه. برو بشین درس بخون. قبول نشی آبروم جلوی خالت میره ها. داری میری بونگا؟ میخوای من باهات بیام یه دفعه جلیل آقا گولت نزنه؟ شما خسته این، بذار رو پای خودش وایسه. بله، بعدم من میرم اونجا اگه همه چی جفت و جور شد زنگ میزنم شما بیا. جفت و جوره دیگه. برو مادر برو، دیرت شد. چرا پا پیاده؟ ماشینو نمیبری؟ آقا جلیل آشناست، معامله که تموم شد ماشینم میبرم. شیطون حواظ خوب جمال بزور. پنج میلیون بقیهش برگشت که نمیخوره. بابا شما هم که خودت این کاره ای، بالاخره خیاط افتاد تو کوزه. ببینم تو بانکتون با من کم بهره میگیرم. میشناسمش. میدونم. میدونی؟ آره، همین الان هم رفتن شام بخورم. حالا پول عمل منظور از کجا بیاد؟ آخه از کجا؟ شمایی؟ نگرانه چرا بودی مادر؟ آخه تلفنی آدرسی چیزی ازت نداشتیم. اتفاقا داشتم به مجده میگفتم. بفرم پول عمل منظور رو دادن. فوی، من که باورم نمیشه، نمیدونم چی بگم. خدا علای قربونت دارم، آخه از کجا رسوندی؟ ما هیچ وقت این کار خیرتون رو فراموش نمی کنیم. من باید این کار رو انجام می دونم. آخه من منصور فردا عمل میشه. الهی که شیر مادر طلالت باشه، ایشالا دست به خاک می زنی یا طلا بشه.
آخه بی وجدان، چه شکلی تونستی با اون ماشین لگندید؟ شما ماشینش رو دیدی؟ نه، ولی ایشالله خودش و ماشینش من برن تای دره. ایشالله خیلی ممنون، میبینم اتون ایشالله. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حفظت کنه. خیلی خوب شد، الهی شکر. میام بیمارستان میبینمش. ترسیدم. بیمارستان برای چی؟ برای پیمان اتفاق افتاده؟ نه خیر، چیزی نشده. باز دوباره مامان جان، من پیش سحر آبرو دارم، همه فامیلش میدونه رنگ ماشین پیمان چیه. تو خبر دادی یا سحر؟ ولاد یادم باشه خودم ببرم تو اون روزنامه استخدامت کنم. داماد کجاست؟ نمیدونم، شما بهتر میدونید. منظورم پرویزه. هیچی، اونم رفت یه دوری بزنه بیاد. الو، سلام پرویز، خوبی؟ بازم پولو نرفتی به حساب تعاونی؟ کجایی تو؟ بنگاه آقا جلیل؟ پیمانم اونجاست؟ نیست؟ پس کجاست؟ تو اصلا خودت اونجا چی کار میکنی؟ بلنشو بیا خونه دیگه بابا، هزار تا کار دارم. باشه، کار نداری؟ خداحافظ. ولی جور شدن این پول مثل یه خواب میمونه. 7,800,000 تومان. 7,834,000 تومان. ولی شوخی نیست، از 7,800,000 تومانش گذشته. اصلا هم شوخی نیست، 7,834,000 تومان. اون قالیچه هست. کدوم؟ بالاخره تمومش کرد، نظر کردم منصورم که سالم برگشت خونه، تولد آقا، بدمش به یه عروس جهیزی. اونو که برای من بافتین. انشالله که قبولش کنی. مگه اونو برای جهیزی من نبافته بودین؟ خب واسه تو یکی دیگه سر میگیرم. یکی دیگه؟ خیلی طول میکشه، شاید همین روزا. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. قربان سلامت کردم. سلام علیکم. قربان شما. ولی این یه مطلب رو خواستم براتون عرض کنم. خواهش. این درسته که شما نباید این قضیه رو لو بدی. حرفی هم درش نیست. ها بله. هر کیم ندونه ما میدونیم که شما چه کار خیر و بزرگی انجام دادید. خواهش می‌کنم. براتون خیلی عالی بوده. قربان شما. ممنون. یه مورد مشابهی هم داریم طبقه بالاست. یه التفات بکنیم. جای دوری هم نمیره. بنده خدا احتیاج داره، گرفتاره. چیزه ببینین، کار خیر رو باید یکی یکی انجام داد. نمیشه همه رو با هم انجام بله. داد. چون هر کدوم احتیاج به برنامه‌ریزی داره. به همین خاطر این مورد که تمام بشه چشم من در خدمتتون هستم برای اون مورد. خیلی ممنون. ولی جای دوری نمیره. بله خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم بفرمایید. قربان شما. آقا یه لحظه. برمیگردم. مثلا بگم مردن صدا رحمت. طبقه 4.
دکتر گفت به هوش اومده، منتقلش کردن به بخش. میتونیم بریم ببینیمش. اونجا گفت کاری نکنید، دو مرتبه از هوش بره. مامان شنیدی به هوش اومد؟ مامان؟ نه یعنی مامان. بریم. شما تشریف نمیاری؟ نه من نمیخوام بیام. شیر مادرت هزار بار حلالت. ببینی نمیخواد ریا بشه. چه تواضعی. آفرین، باریکلا. اگه من خواهش کنم میای؟ بله بفرم. سلام مامان، شما اونجایی؟ پیمانم اونجاست؟ تموم شد؟ وای باورم نمیشه. پرویز؟ آها آها پیداش میکنم. آره الو الو الو. پس این سحر چی میشه؟ الو پرویز، اصلا معلوم هست تو کجایی؟ سلام. سلام علیکم. سلام، خوش اومدین. خوش اومدین، زحمت کشیدین. بفرمایید. برای گل، برای گله. بگیر دخترم، دختر گلم. میخواد با شما صحبت کنه. ای بابا چه عجله‌ایه، مگه ندیدین دکتر گفت ممکنه ضرر داشته باشه؟ اتفاقا اگه بفهمه داره با کی آشنا میشه برای مغزش هم بهتره. بله حتما حتما باید با هم آشنا بشیم. چی میخونی دخترم؟ ادبیات. آفرین، چه روحیه‌ای، باریکلا. مامان پس مسافرتمون چی میشه؟ سر چی میشه؟ ما قرار بودی بریم سفر. سفر خودش اومده اینجا. دختر خوبیه، با همین پیکانم کنار میاد، به فکر رنگ ماشینم نیست. مامان من پیمانم. من شنیدم، چقدر صدات آشناست. صدا؟ چیزه، ممکنه که اشتباه نمی کنی؟ من میگم پرستار بیاد. الو الو الو، من صداتون نمیشنم. الو صدا مجده خانم؟ بله. یه لحظه بفرمی. من میخواستم خدمت رو یه سیگه مسائل رو روشن کنم که این مسائل بعدها بفرمی بعدها به درد ببخشید یه لحظه. بله پس شما بودین؟ من چیزه من یه لحظه اگه ممکن. خب چطوری بگم آخه؟ همونطوری که تونستین خودتون جای یک آدم خیر بزنین. بابا جان من هزار دفعه میخواستم بگم جلو در آسانسور، جلو اتاق آی سی یو، تو خود اتاق، تو راه رو، اما هر بار حرف زد
وای چه مغزی، دقیقا همه چی یادشه. میگه پژوه، رنگش میگه زرشکیه. به نظرم اگه یه خورده فکر کنه ها، پلاک ماشین هم یادش میاد. ماشاءالله به این مغز. پس من به کی زدم؟ خسته نباشی. من یه نفر مثل تو دور و برم باشه احتیاج به دشمن ندارم. من چه میدونستم که نگفتی؟ آخه ناسلامتی من و تو فامیلی، مگه فامیل با هم فرق میکنه؟ فرق نمیکنه دیگه. بله الو من ببین دوباره حالش بد شد، از حال رفت، چیزیش نشه. یعنی 7800 پرید؟ بابا جون اونو که خودم خواستم بدم. آها داماد خیر ما دیندرم دیدن. عزیز من کاش که یه دون از این دامادای خیر گیر مادر بیچاره من میومد. بیمزه. مشت خانم. من فکر کنم الان وقتشه که یه موضوع خیلی مهم رو بهتون بگم. بفهمی. من میخواستم من میخواستم بگم این کارتتون رو زمین افتاده بود، من پیداش کردم، یادم رفت بهتون پسش بدم. بفرمی. این پیش من میمونه تا وقتش، تا تولد آقا. فروشی نیست، ولی این پیکان خیلی آشناست. خب این که چیز عجیبی نیست، شما تو این خیابون 5 دقیقه واسه 50 تا از این پیکان های آبی رد میشه. اما از بین این 50 تا پیکان آبی یکیش زده بود. منظور؟ تو نبودی به من زدی اون شب سر پیچ؟ پس من به شما زدم؟ شمارت رو خوب یادمه، 7800 خرجش. اگه تو قابلت هم نداره، اما اگه این دفعه کسی زدی مردونه بمون، در نرو. خودت هم که خسارت دیدی. البته اون گلگیر جلو مال تصادف اون شبه، اون شیشه از کنم. خداحافظ. آقا دست شما درد نکنه، انشالله که دیگه تکرار نشه. بله. نه آقا من بشیری نیستم. بله آقای پرویز بشیری داماد ما هستن. درسته. پرداخت نکردن؟ چشم من خدمتشون میگم. بله دست شما درد نکنه. خداحافظ شما. خیالیه ها. الو پرویز کجایی؟ خونه؟ فقط اومده بودی منو ضایع کنی؟ ببین از تاوانی زنگ زدن. من چه میدونم چرا به من زنگ زدن؟ گفتن قسطات عقب افتاده، 3 ماه حقوقتو بستن، بعدم گفتن 5 ماه دیگه خونتون حاضره. خونه کی؟ خونه شما. راست میگی؟ دروغم چی؟ مثل اینکه همه چی رو به راهه، بریم که کلی کار داریم. خداحافظ. بفهم.
الو سلام رضا، من شرمنده تو شدم به خدا. معجزه شده پیمان، اگه بدونی یه آدم خیر پیدا شده تمام مخارج عمل داداشو داده. پای نمیدونی داداش به هوش اومده، اصلا باورم نمیشه. راست میگی رضا، چه ماجرای عجیبی. چه ماجرایی؟ هیچی، بعدا مفصل برات تعریف کنم. قربانت.